به نام خداوند یکتا و مهربان، بیننده ارجمند و گرامی تلویزیون جهانی امید 24، سلام های گرم و پر از مهر و محبت ما نثار یکایک شما سروران گرامی باد. برای هر کدام شما حد درباره خدای یگانه قادر و توانا آرزوی صحت و سلامتی و تندرستی و موفقیت میکنم و امیدوار هستم که همیشه صحتمند باشین، دور از تمام امراض باشین، بخصوص ویروس کرونا. برای وطنداران خود در داخل کشور نیز چنین آرزویی را میکنیم که جور باشن، خوش باشن، آرام باشن، از گزند روزگار در امان خدا یکتا باشند و شر تمام ویروس ها و میکروب هایی که در طول چند سال زندگی از اینا را با مصیبت اکرا ساخته بطور باشند. و همین حارزومندی بیندگرامی خوشحال هستیم که بار دیگه با تقدیم برنامه سخن روز مهمان خانه های شما سروران گرامی هستیم. در برنامه امروز باز ما مطالب جالب و متنوعی را برای شما انتخاب کردیم، اما احتمالاً برنامه ما بسیار کوتاه‌تر باشه نسبت به روزهای بعد قبلی، ولی اگر شما دوست داشته باشین صحبت کنین میتونین زنگ بزنین. گرچه که ما منتظر دو هموطن خود هستیم، لیلی ماجان سدید از اروپا و آقای احمد شیزای از هند. آقای شیرزای مطالب بسیار جالبی رو برای ما نوشته کردن که میخواین در این رابطه صحبت کنه، که واقعا جالب است که اگر تا نیم ساعت دیگر اگر اونا تماس گرفتن ما میتونیم که صحبت ها رو با اونا دوام بتیم در رابطه با وضعیت زندگی هموطنان ما در کشور هندوستان و تجارت هایی که در این اواخر شروع شده که بالای هموطنان ما تجارت میشه و چگونه ای تجارت صورت میگیره. اینه اگر آقای شیزای تماس گرفتن با هم یک جا ببینیم. برحال بینده گرامی تشکر میکنم از پیام شما دان، تمام تماس هایتان، از کامنت هایتان، از محبت هایتان، چی در فیسبوک، چی در یوتیوب، چی در مسنجر و واتساپ و اینا، و ای که برنامه ها رو پسند میکنین و مورد توجه شما قرار میگیره که برای ما بزرگترین سرمایه هست. بینده گرامی، ما کار ما، تلاش ما دو هدف داریم. ما یکی که رضایت خاطر شما سروران گرامی خود با دست بیاریم و دومی که پیام رسان باشیم. پیام رسان به معنی از اینه که ما فقط حرف بزنیم و هدف را دنبال نکنیم. من خودم شخصا از سال 90 تا فعلا اهداف خاص خود داشتیم که این اهداف من مشخص برای خودم نبوده، برای وطنم بوده، برای مردم بوده و فعلا هم یعنی ما تلاش داریم که صحبت که میکنیم در برنامه چی ما چی دوستایی که در تلویزیون هستن، مخصوصا آقای پیکار صاحب، آقای فرمولی، دکتر صاحب یونس، اینا تلاش از ما همیست که اگر ما بتانیم یک راهی را پیدا کنیم برای وصل کردن و به هم پیوستن و هم دیگر پذیری. ما همیشه ریشه های اختلافات میگیم و وقتی ریشه ها را ما برجسته میسازیم به این معنی است که باید از گذشته آموخت و آینده خود ساخت. اما با تاسف که اینقدر امروز دستان منافق و دستای پشت پرده کار میکنن که نمیگذارن که ما برجسته بسازیم اشتباهات دیروزه، خطایای دیروزه، جنجالهای دیروزه و راه را برای برون رفت از مشکلات، برای فردای آری از تمام مصائب و بدبختی باز کنیم. یکی است که دشمنان میگذارن، یکی است که با تاسف ما هم کم تنبل شدیم،
خب مشخص از 42 سال تعقیب جریانات سیاسی و حوادث خونبار وطن همه گیر خسته می سازه، همه گیر دلگیر می سازه. بسیار هموطنان ما امروز اساسا خبرهای وطن گوش نمی کنه. اما اگر قرار باشه که همه گیر در قبال جریانات وطن بی تفاوت شویم و خود دور کنیم، بالاخره یک چیز باید یاد داشته باشیم که ما در برابر اونمو وطن ویرانه و اونمو مردم دردمند و گاه از دید بعضی ها بی سواد و نادان و از دید بعضی ها مردم بگروگان گرفته و بیگناه و مظلوم، ما رسالت داریم، مسئولیت داریم که باید ادا کنیم. اون مسئولیت ما ایست که ما صدای مظلومیت از واره بلند کنیم. در بلند کردن صدای مظلومیت از اونا و بر نجات از اونا از مصیبت و فلاکت و بدبختی مسئله ایست که ما دیروز یاد کردیم. دیروز یاد کردیم که ما راه دیگه نداریم، چاره دیگه نداریم. اگر واقعا دلسوزانه به وطن و مردم میاندیشیم، راه اصلی ما همیست که ما از گذشته بیاموزیم، راه را برای فردا باز کنیم. و این در صورت میشه که ما خود از زندانهای فکری که زندانی بودیم در 42 سال پسیم و بیشتر از او بیرون کنیم، آزاد اندیش شویم، درد وطن در هر گوشی که از درد خود بدانیم، مشکل مردم خود در هر گوشی که از مشکل خود بدانیم، دست وحدت و برادری به سوی همدیگر دراز کنیم، از اختلافات و مخصوصا اختلافات سری قوی بگذاریم و به خاطر یک هدف واحد، یک مسیر مقدس دست به کار شیم. اون وقت است که ما میتونیم که هم مسئولیت داشته باشیم، هم مصدر خدمت برای وطن و مردم بخواهیم. و می صحبت ها رو من دیروز کردم و به هموطنان ما خانشان آباد تماس گرفتن. و اگر ما بی تفاوت تر باشیم بینگرامی، حالت وطن از این بدتر میشه، خرابتر میشه و بالاخره روز میرسه که ما شاید پشیمون باشیم از اینکه چرا در برابر وطن و مردم خود بی تفاوت بودیم. خب بینگرامی، در برنامه امروز مطالبی است که ما سری صحبت میکنیم، کوتاه کوتاه است، ولی یک چیزی که از که دکفورد دیروز خبرهای امیدوار کننده داد برای ما و شما و اویست که ما در سه مرحله، هر مرحله 21 روز میتونیم که از شر تمام این جنجال ها و قید و قیدات و شرط و شرایطی که دولت میمانه نجات پیدا کنیم و آیسه ایسه یعنی 3-21 ما شما 63 روز میشه. 63 روز یعنی تقریبا چیزی کم بشه، تقریبا بیشتر از دو ماه دو میکشه که سه مرحله تطبیق شما و ما تقریبا به زندگی نرمال و نیمه عادی برگردیم. که مثلا ما در لابلای برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم در بخش خبرهای تورنتو. جالب است، گوش کنین. امیدواری ها هست که پس چون فقط تلاش دولت کانادا است که مردم هر چی زودتر، مثل امریکا ببینید که تقریبا اکثریتشان واکسین گرفتن و فعلا هم حتی اطفال و نوجوانان واکسین میگیرن و زندگی تقریبا شکل نرمال بخواد گرفته. در کانادا مشکل ده ایست که بیشترین واکسین هایی که دولت کانادا وارد کرده واکسین استرازنکاست که استرازنکار هم امریکا به میلیون ها دانه خرید و خودش استفاده نکرد و ایره برای کانادا به فروش رساند و چند مرتبه هم که اجلال میشه. این واکسین ها تقریبا تاریخ مصرفشان بسیار نزدیک است و بعضا مشکلات را هم به وجود آورده، مثلا لخته خون و اینا که اون قابل تشخیص شده. خب بیدار گرامی، اگر شما پیام دارین پیامایتان رو بگذارین، من بر شما جواب میگم. صافی عزیز تشکر. آقای احمدی، بله این مسئله شما رو من اون روزم یاد کردم و خب اصلا این مسئله رو در ابتدا ما در مورد صحبت میکنم و
که آمدیسه به فیسبوک گذاشتن، هموطنان ما کمی دقت کنن. یه خانمی بود که عاشق یک سر شد کمی لحظه یادم نامش اجام را، چون من ستاره افغان و عبستاره و اینمینا را تا خیلی تخیب نمیکنم، فهیم بود گمانم نامش. این خانم شکیلا و این سر و صدا بابا را آورد و تا این که آقا فرار کرد و رفت به تاجکستان و آقای عیارم رفت به تاجکستان که تازه چند برنامه داشت. و بعد از این خانم ادعا کرد که ما بر از این پول دادیم، مثلا پول دادم و از این حرفا، و من یک آدم خانم غریب هستم، اولاد معلول دارم، اینا دارم و اینجا کار میکنم، یک روز گفالوچگاه دارم، یک روز پیزا دارم. و بعدا به اصطلاح تغییر کرد شرایط و این خانم رفت به افغانستان و مهمانی برنامه های تلویزیونی شد. این تلویزیون ها داخل افغانستان خدا شاید است که آن لده میبینی که مطلق به برنامه هستن. بعدا با کسای برای صاحب نظر مصاحبه میکنه که خدا شاید است الفبای سیاست نمیفهم، ولی اونا فقط میخوان که وقت خدا بسنن. چون که یکی از دوستا از یکی از تلویزیون ها معتبر برای من زنگ زد، گفت که باور میکنی به هر کی که تی وقتا تماس میگیریم که بیا مصاحبه کو، میگه که ما حرف برای گفتن نداریم. چون سیاست هر لحظه تغییر میکنه. اون مشکل است که در رابطه با مسائل سیاسی افغانستان مردم صحبت کنه، هر روز در جریان روز 5-6 مرتبه سیاست افغانستان تغییر میکنه. گفت به اون خاطر می هر کی که واسه شرکت ما مصاحبه کنه ما مصاحبه انجام میدیم، مهم نیست که چی میگه، اون وقت برنامه رو ما بگذاریم. و یکی مشکل دیگه که در افغانستان وجود آمده ای توپرایی است که هر روز یک چینل یوتیوب وجود میه و هر کدام مسئولانه یا غیر مسئولانه حرفایی میزنن، چهره هایی معرفی میکنن، کارهایی میکنن که بعد من موافق هستم کارهایشان نشان به تلویزیون هم نشر میکنم و بعضا من موافق نیستم و اگنورشان میکنم، گرچه که اکثریت از اونها رو من که چون ارتباطم دارم احترام میکنن و گاهگاهی من برشان پیامم برشان میذارم، رنویام میکنم و چیز کاری که لازم. اما تا جایی که میبینیم این خانم که به نام شکیلا هستن، این خانم بعد دوباره به افغانستان رفت و این توپرا اینا را به اصطلاح هر کدام چسبیدن به این خانم و هر کدام بریزی برنامه گرفتن و بالاخره این خانم خواننده شد و در بعض جای خواننده شد و آل فعلا فکر میکنم که وکیل به اصطلاح وکیل امیگریشن شده که دمیر ایت اینمی هر مصیبت که بی اینمی ای تو پراست که ای خانم شکیلا را به سر رساندن که به خانواده میگه که ما شما را برتان ویزا میگیریم به خارج میبریم، چی میگیم پول مردم را گرفتن. که البته ما در این رابطه چیز گفتنی ندارم، ما اگه سند مستند هموطنان ما داخل افغانستان برای ما روان کنن ما برشان وعده میتم، قاطعانه وعده میتم، اما تو که در چندین مورد دیگه صحبت کردم با این خانم هم اگر از واقعا دزدی کرده باشن و هموطنان ما سند داشته باشن در داخل افغانستان اسناد خود برای ما روان کنن، ما با مقامات امنیتی و پلیس اسنادشان شریک میسازم و مثل که زکیه مجهدی و بعضی کسای دیگه که تاویل پنجه قانون شد در این قسمت هم شما وعده میتونم که همکاری میکنم. اما اگر سند نباشه و این هر کس ادا کنه این سند نمیشه و ما کار نداریم. ولی من صحبت های شکل دیدم در تلویزیون، یک صحبت یا دو صحبت شما دیدم، چون من وقت ندارم بیندگیرم این صادقانه که تلویزیون نگاه کنم، برای اینکه من خودم هر روز 9 ساعت 8 ساعت 10 ساعت 11 ساعت برنامه ساختن، ولی وقت من از یوتیوب میگیرم بازم کار ساده نیست، من باید چقدر یوتیوب رو بگردم که چی مطالب برم انتخاب کنم برای شما نشر کنم. به اون خاطر من نمیرم. و اما یکی داره که دیدم که این خانم میگه که ما شما را خارج میبرم. احمدی صاحب ویدیوهای سند نمیشه نخیر نی، اگر ای که کسی پول داده باشه و پول خود سند گرفته باشه از این خانم، بله سند میشه. اما ما میتونم در تلویزیون می لحظه صحبت کنم که بیدای گرامی اگر دوست داشته باشین فامیلایتان به کانادا برین، من میتونم کمکتان کنم. این سند نمیشه، این به اصطلاح یک صحبت چی میشه، سند وقت میشه که یک کاغذ امضا شده باشه، پول گرفته شده باشه و یا وعده داده شده باشه روی کاغذ، اون وقتی سند میشه. اما این که در صحبت میکنن چی میکنن اون مسئله نیست. در تورنتو ما شما دو سه نفر دیگه هم هست که تبلیغات در روی چا دارن، در فیسبوک ها دارن، ما بگاه که های برشان پیام میزنن که لطفا از این کار دست بکشین.
ولی یا سند نمیشه. سند اونم وقتی که یک چیز امضا شوه سند میشه. و بله گپ شما هم دقیق است که گفته که فامیلا و دخترای جوان را از طریق پاکستان به یونان و بعدن به جرمنی و کانادا با گفته خودش اسپانسر میکنه. آیا دولت کانادا چین اشخاص را اجازه میدهد که به نام سیتیزن کانادا چین کار را انجام بده؟ از که خدمت شما که ربط به دولت کانادا نداره. شما میرین $65 تا $80 یک پول میدین، یک داری راجستر میکنین، یک دفتر راجستر میکنین، یک انجمن را به اصطلاح راجستر میکنین و زیر نام و انجمن کارهایی را انجام میدین. اما در رابطه با اینکه اسپانسرشپ کانادا، اسپانسر شدن شرایط بسیار سخت شده، شرایطش بسیار مشکل ساختن، حتی می اسپانسرهایی که از طریق انجمن ها می شد که یعنی هم تقریبا شرایطش بسیار سخت شده که برای پولدارا خوب است، برای پولدارا می تانند که برن اسپانسر کنند، ولی برای کسایی که پول ندارن مشکل است. باز هم تکرار می کنم که اگر هموطنان ما سند داشته باشن رسمی که امی خانم شکیلا از اینا پول گرفته و وعدهشان داده که من شما رو به کانادا میبرم یا شما رو به اروپا میبرم، اینی سند امضا کنین، این خب پول بتین، اون اسنادتان روان کنین، من برای شما وعده میتونم که من اگر چی باشه دنبالش میکنم. و چون من همیشه در دفاع از حق مردم خود پیشگام بودیم، نه معامله کردیم و نه حراس دارم و نه ترس دارم و کوشش کردیم که همیشه در خدمت وطنداران خود باشم. در این رابطه هم اگر سند باشه از آن دفعه، ولی خانم باید بدانه که بالاخره اما قسم معروف است که من لحک یک بار جستی، دو بار جستی، سه بار جستی، آخر بعد دام مفتی، آخر بعد خراب میشی. این کار درست نیست. این مردم شما ببینین برای خدا که مردم ما در چی حالت است. همین شب و روز مردم خواب سیاهی فردا رو میبینن، ناامیدی رو میبینن، مردم ما در بدر هستن. شما حالت میبینین که از هر طرف کشور ما امروز معاصره است، توسط مافیا، توسط جنایتکاران، توسط تروریستان. چی وجدان باشه که بره از دهی آلت از نان از مردم قطع کنه، پول از مردم بگیره، دروغ بره از مردم بگیره، تقویب کنه و بیایی که زندگی خود بساده. واقعا که یک خیانت است، یک جفاست. و به از اینجا برای خانم شکیلا میگم اگر مثلا از سند در موردت پیدا کنم رسمی و که توی کار میکنی که مردم وعده میتی که من تو رو به کانادا میارم، به چی میارم، واقعیتش با ما طرفی، با ما طرف شایی مجبور میشی خانم شکیلا مثل زکیه مجددی و اینا واره که چی کنی، با قانون برابر شوی و پاسخگو در برابر قانون باشی. چون وقتی که حق مردم ما باشه و وقتی که ببینیم در رابطه با مردم ما ظلم میکنه و ما توان ازیر داریم در برابرش قرار بگیریم. و بسیار آدم هستم که قرار میگیرم در مقابلش و تا توان داشته باشم در برابرش هم مبارزه میکنم. این وعده رو برای هموطنان ما میتونم و هموطنان ما با شیوه کار ما آشنا هستن که در این رابطه من هیچ رحمی ندارم که کی چقدر ضرر میبینه کسی که مردم به مردم ما ضرر رسانده باشه. خدا کنه که سوالایی که آقای احمدی صاحب دوستان داشتن حل شده باشه. و بازم براتون میگم اگر اسناد چیزی داشتین برای ما روان کنین، ما صادقانه در خدمت مردم خود هستیم. با وطن میریم. گروه طالبان مدعی شدن که صبح امروز جمعه مرکز ولسوالی جلریز را تصرف کردن. در صورت تایید این خبر، جلریز دومین ولسوالی ولایت میدان وردک است که در جریان دو هفته گذشته به دست طالبا سقوط میکنه. البته این خبری بود که صبح نشر شد، اما ما هم در فیسبوک نشته کردیم که جلریز سقوط کرد. ولی وطنداران ما که بسیار اساس هستن و قطار بسیار زیرکانه و بسیار با یک دید زربینی میبینن، اونا نشته کردن که جلریز سقوط داده شد.
زبیلای مجاهد سخنگوی گروه طالبان در توییتر نوشته که مرکز ولسوالی جریج با فرماندهی پلیس و هم ملحقات آن به دست افراد این گروه افتاده. مجاهد مدعی شد که نیروهای امنیتی سلاح‌های خود را به زمین گذاشته و به این گروه پیوستند. مهدی راسخ نماینده میدان وردک در مجلس نمایندگان بر روزنامه اشت صبح گفته است که ولسوالی جلریز به دست طالبان سقوط کرده است و شمار از نیروها به این گروه تسلیم شدند. مقام‌های مسئول و حکومتی در این مورد تاکنون چیزی نگفتند. این در حال است که مجیب الله امینی فرمانده پلیس ولسوالی جلریز میدان وردک تا ناوقت پنجشنبه شب با شمار از نیروهای تحت امرش در معاصره طالبان بود. در نوار صوتی که از او به نشر رسید است میگوید که از 3 روز به این سو در معاصره طالبان قرار دارد و هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است. او این صدا را در گروهی که در آن سرپرست وزارت امور داخله امین ارشد نیز حضور داشت گذاشته است. و جالب است که سرپرست وزارت داخله هم گفته که کاری از دست ما ساخته نیست و به غضب خدا شوی، فرزند تو خو نبود اونجا معاصره نبود، برادر تو نبود، با چی غریبی سرزمین در اونجا معاصره بود، پس وظیفه تو چی بوده که گفتی از دست ما کاری ساخته نیست؟ پس با کدام حاصل تو آمدی سرپرست وزارت داخله شدی؟ سرنوشتی از سربازهایی که تسلیم شدن، اینا مجبور شدن تسلیم شوند، چون توار یک انسان بی کفایت داره که باعث مسئول دونیا نشستی و از دست ما کار ساخته نیست، چون یک شخص بی کفایت دیگی به نام غنی دیوانه دارن که او هم سرقومندان علاس و درست بعد از سقوط غزنی گفته بود که ما خبر شدیم. همه این مردم وکلای مردم در میدان وردک، نماینده های شورای ولایتی، مردم محل در 3-4 روز گذشته فریاد می زدند که جلریز در رو به سقوط است، ولی مسئولین امنیتی کجا بودن؟ شرمتان است که میرین در ویسو در برابر علی پور جنگ میکنن ولی جلریز میگین که ما چی کردیم؟ عقب نشینی تاکتیکی کردیم. لعنت خدا نصیبتان باد با این عقب نشینی تاکتیکی تان که شما دشمن میارین در یک محل فرزندان اصیل وطن با کشتارگاه از اونا تسلیم میکنین که اونا بزنن بکشن و ایران کنن تسلیم یا اصیل بگیرن، بعدا تمام سلاح و مهمات و اسلحه و همه چیزی که هست اونا بردارن برن، بعد از شما میرین وقتی که اونا رفتن میرین پس دوباره منطقه رو میگیرین. بازی روحلای عمزه امروز شما ببینید چشمای چطور گرد شده بود، رگهای گردنش پوندیده بود و میگفت که ما پاسخ دندان شکن میدیم. چی پاسخ دندان شکن میدین؟ شما را خدا به قهر و غضب خود گرفتار کنه، با عزت و آبرو و خون مردم بازی میکنین، با زندگی جوانانی وطن شما بیشتر به شرمانه بازی دارین. سربازان امروز ما سربازان است که اینا انگیزه هم پیدا کردن حاله اگر در گذشته نشدن، ولی امروز به خاطر اون معاش که اینا دریافت میکنن که یک فامیل اینا میخواین که از مصیبت نجات بتن، آمدن با خون خود با زندگی خود بازی میکنن و ایز بازی را شما بسیار با دیده‌درایی اینا را به کام مرگ روان میکنین. واقعا نگرامی گزارشات که شما تعقیب کنین برای من از بسیار جایی که گزارشات به شکل خصوصی روان میشه میخوانین، این دولت دست نشانده، این غنی که خدا شرمانده بگوییم یا هر چیزی که بگوییم، اینا فقط وطن از هر گوشی وطن اینا آماده سازی میکنن برای تحویل دهی طالب. این طالب عمله نمیکنه. شما گزارشات بغلان بیاد تنه چه یفته پیشتر، مگر نخودم این دولت نگفت که ما عقب نشینی تاکتیکی کردیم؟ ده این عقب نشینی تاکتیکی با خون و جان و مال سربازان ما شما بازی میکنن و اینا را که اسیر میگیرن چه بدبختی هایی را به سرشان میاری تورست های وشی طالب و یا که در میادین جنگ دو نسل میشن. من فکر میکنم که وطن و بدترین وضعیت شما تصور میکنین فعلا در وطن جاریست و هیچ کس در این سرزمین مقصر نیست مگر جمهوری 3-4 نفری غنی که این آدم به شکل از اشکال با عزت آبروی مردم بازی میکنه، با احساسات مردم بازی میکنه. این وقتی یک طرف پایش لنگ میشه باز محب میره میگه که ما با پاکستان مشکل داریم،
که مردم هم متوجه پاکستان میسازن. اگر پاکستان مسئله چی نشد میبینی که مشکل فاریابت این هستن بیتر. وقتی که مردم کابل میبینن که مکتب سید شهدا والد قربانی داد، باز سالی دیرد میگه که ما تمامی باندار را تگرفتیم، دستگیر کردیم، متلاشی ساختیم، برین دیگه خیلتان راحت باشه. اینا دروغ میگن، اینا مردم های بیریشه هستن، اینا مردم هایی هستن که صادر شدن به این کشور تا باعث تا خون مردم ما بازی کنن. اینا فشار به این غنی میگه که من دی وطن تا نمبر بلا نمیتم، با خدا که یک فشار سرش بیه با بخچه بی بی گل خود یک جا گرفته از این وطن فرار میکنن. این روزها رو ما تیر کردیم، ما 42 سالی جریانات وطن ما شما شاهد بودیم که کسایی که از بیرون رفتن، خب ما احترام میکنیم برای وطنداران خود، اما این کسایی که از بیرون میرن یا تاب مقاومت در برابر حوادث ندارن. اینا بیالم که میرن خود در حرک میرن و در خانه میرن که اینا زندگی مردم کجا خبر دار. همین قیومی رفت میلیون ها دلار دوزی کرد که یک رو در بین مردم بود، یا وکلی لکیمی یا دکرهای از این یا ای داخل وال یا ای کسا. پس میاین مردم تباه ساختن. همین فعلا هم اخیم نشینای تکتیکی را که شما متوجه شوین تمام از این آماده ایشتند که شرایط قسمی ساختن که تسلیم بتن برای طالب و تسلیم که بتن طالب از ناز قومی گروهی واضحی و سریع بگیم بنداگرامی با غنی و گلبودین و کرزیت مشکل ندارن. از یک تبار هستن، یک گونه می اندشن ای که یکیش میگه من مسلمان هستم، یکیش میگه که من عیسی مسیح. اون مسائل هیچ پیش از اینا ارزش نداره، صحابیت و اینا ندارن، ولی اون طرز دید مشترکه که دارن اینا را به هم بسیار نزدیک ساخته. به غنی چی خود غنی باشه چی طالب باشه برای این مهم نیست، راه و اندیشهشان ادامه پیدا میکنن. این من در اختصار گفتم، شما میفهمید که تکسیش کنید پیش خود که هدف چی هم. در حال حاضر از سرنوشت فرمانده پلیس ولسوالی جرلیز ولایت میدان وردک و همراهانش اطلاعی در دست است. مهدی راسخ نماینده میدان وردک در مجلس نمایندگان میگوید که 37 تن از نیروی امریتی به چنگ طالبان افتادند. راسخ افزوده است که این نیرو از چند روز به این سو در معاصره گروه طالبان قرار دارند و هیچ نیروی کمکی برای آنان فرستاده نشده است. او این مطلب را نوقت پنجشنبه شب در فیسبوکش مطرح کرد. جرریز از ولسوالی های استراتژیک میدان وردک است که در مسیر شهرهای کابل بامیان واقع شده است. طالبان در گذشته فقط بر بخش از این ولسوالی مسلط بودند. پس از سقوط ولسوالی جرریز ولایت میدان وردک به دست طالبان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی اعلام کرد که عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی از طریق زمین و هوا علیه ترستان در این ولسوالی ادامه دارد. اگه شما گزارش چهار شنیده باشین که ترسها گفتن که سلاح و مهمات برداشتن و رفتن. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است که در یک حمله هوایی که ساعت 1:48 دقیقه روز جمعه بر تجمع طالبان اجرا شد، 10 از طالبان کشته شد. اما میگه که ولسوالی جلریز از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. نیازی به پاکسازی نیست، طالبان آمدن آن را چی که خواستن انجام دادن، سلاح مهمات هر آنچه که در ولسوالی جرلیز بود گرفتن رفتن. ولسوالی رو برای شما خالی میزنن، شما فردا میرین میگیرین بیرق میزنین که ما تسلیم شدیم با این عقب نشینی های تکتیکی تان. غنی و عبدالله هر دو یک جا مصاحبه در تلویزیون مزد میخوام در روزنامه واشنگتن پوست داشتن و هر دو گفتن که تروریسم تهدید جهانی است، کمک ها به نیروهای افغان باید ادامه پیدا کند. گزارش از استودیو 24 در تقسیم شما میشه. اشرف غنی و عبدالله در گفتگوهای جداگانه با روزنامه واشنگتن پست گفتند که نیروهای امنیتی کشور توانایی جنگ با طالبان را دارند، اما این نیروها با ادامه حمایت بین المللی و کمک های مالی جهانی نیازمند هستند. روزنامه واشنگتن پست امروز جمعه متن مصاحبه اشرف غنی و عبدالله را یک جا منتشر کرد. غنی در این گفتگو تروریسم را تهدید جهانی خوانده و از امریکا و ناتو خواسته است تا با کمک‌هایشان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ادامه دهند. او در این مصاحبه خواستار کمک‌های بین‌المللی در بخش هوایی و فناوری برای نیروهای امنیتی شده است. غنی همچنان بر نقش امریکا در ترغیب پاکستان برای کشاندن طالبان به میز مذاکره اشاره کرده است. با گفته ای وو، طالبان خلاف آنچه تعهد کرده بودند به خشونت ها افزودند و از همکاری با القاعده نیز دست بر نداشتند. در این حال
عبدالله عبدالله در گفتگو با همین روزنامه که در ادامه مصاحبه غنی نشر شده گفته است که طالبان با القاعده به گونه نزدیک کار میکنند و این بیشتر از گذشته برای امریکا یک خطر است. او میگوید که طالبان تا کنون در رابطه با مذاکرات صلح جدی نبوده است و آنان روی یک سیستم اسلامی تاکید میکنند، در حالی که در مورد نظام اسلامی و مورد نظر خود جزئیات ایران نمیکنند. در ادامه عبدالله نیز بر لزوم ادامه کمک های بشر دوستانه و اقتصادی به افغانستان تاکید کرده است. عبدالله گفته است که اگر طالبان گزینه جنگ را انتخاب کنند، رسیدن به یک توافق صلح ناممکن خواهد بود. عبدالله پیروزی طالبان از طریق جنگ و فشار نظامی را غیر ممکن عنوان می کند. عبدالله اتحاد رهبری سیاسی را برای افزایش روحیه سربازان در خط مقدم تأثیر گذار می داند. این در حال است که با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، برخی گمان زنی ها بر این است که نیروهای امنیتی با دشواری های جدی در میدان نبرد روبرو خواهند شد. با این همه مسئولان ارشد امنیتی انوارا تاکید کردند که نیروهای امنیتی قابلیت دفاع مستقلانه را دارند و این نیروها در حال حاضر نیز قریب به همه عملیات های نظامی را به صورت مستقل و پیش می برند. حمایت شده توسط سلیم کاروان فارم. برنامه سخن روز در تلویزیون جهانی امید 24 تماشا میکنین. امروز جمعه است، تاریخ 21 ماه می و ساعت استیدیوس 2:32 دقیقه بعد از ظهر به وقت ترانتو. البته ما منتظر بعض تماس ها بودیم که دوست ها وعده کرده بودن که تماس میگیرن. فکر میکنم که هر کدوم از اینا من مصروف شدم، ولی به هر حال ما میخواست بعضی گزارشات دیگه داریم که خدمت شما تقدیم میکنیم. فاریاب هنوز هم ناآرام است و امروز مردم بار دیگر اعتراض کردن، راه پیمایی کردن و صدای حکومت فدرالی را بلند کردن در شمال و شمال شرق. اما در فیسبوک نوشتم که هموطنان ما در فاریاب صدای حکومت فدرالی را بلند کردن. آیا بلند کردن صدا تغییر نظام حق مردم و کشور ماست یا برعکس صدای تجزیه طلبی؟ اینجا بازم ببینیم بینای گرامی که هموطنان ما پیام گذاشتن، کامنتاشون رو شما به شما میخونم. سید متین‌جان پرویز نشته کردن تنها فدرال نظام فدرالی تنها راه حل در این کشور است. عبدالشیفیان نشته کردن یگانه راه علی فدرالیزم دموکراتیک می باشد، در غیر آن وطن ما به امکان زیاد به سوی تجزیه روان است. تغییر نظام حق مردم از زبیجان سمیم نشته کردن. سمیر نورزه نشته کردن فدرالی فدرالی. عبدالله جان امینی نشته کردن که بله یعنی فدرالی. اسماعیل خان نشته کرده خداوند متعال یاری مان کند که تحقق پیدا کند. یاسین یزدانی نشته کردن فدرالی رای حل است، باید همه ولایت های کشور اقدام کند که فردا باز بسیار دیر است. غلام جان جی جی دی برادر نام شما بسیار مشکل است، اونا دیگه لروبر نشته کردن زیادتر که کل لروبر. زبیجان وکیلی هم نشته کردن ارگاه صدای ملت چینیده نشود همچون چیز رای حل خواهد بود. یعنی به هر حال مردم بالاخره به این نتیجه رسیدن که حکومت مرکزی یا که در باشه این حکومت مرکزی که قدرت در دست یک شخص باشه، او شخص هم مشکل روانی داشته باشه، نیمه دیوانه باشه، نیمه نیمه که پخته دیوانه است،
باشه به ضرر مردم است و باید تغییر کنه. و سیاست باخته ها متوجه از این نیستن که امروز با یک نسل متفاوت روبرو هستن و این نسل مکتب سید الشهدا رو شما دیدین هفته پیشتر خراب شد، اما فردا، فردای امروز شاگردان مکتب پس دوباره رفتن و یکی به اصطلاح چوب گرفت، یکی گل گرفت، یکی خواه گرفت، یکی آب گرفت، پس شروع کردن به ترمیم مکتب خود و فریاد زدن که هر آن چی کنین ما دست از تحصیل بر نمیداریم. پس این ملت امروز فهمیدن که مشکلشان در بیسوادی بوده و امروز هر کدام از اینا قلم گرفتن به جای تفنگ و می نویسند و تحصیل میکنن به خاطر نجات از این مصیبت و بدبختی. یه سیاستمدار هم تا چی موقعی رو میکشن؟ تا چی موقعی؟ مثلا شما دیروز در هرات دیدین که 55% متقاضیان کنکور پانتون دختران تشکیل میداد، با وجودی که هراس هند از امگی که اگر تورس های طالبه زندگی زنان تغییر میکنید تغییر میکنن، ولی این مردم مردم دیروز نیست، این مردم امروز عدالت اجتماعی را میخواین که در کشور تطبیق شده. امروز اینا میخواین که در دنیا فضای صلح و آرامش زندگی کنن. امروز مردم مثلا مردم بامیان میخواین که والی بامیان، قمندان امنی بامیان، شاروال بامیان، ولسوال هایی که ولسوالی های بامیان همه از مردم محل باشه. اون و از مردم محل که بود، مردم محل در برابر مردم خود احساس مسئولیت میکنن، جغرافی ها رو بلد هستن، مردم خود رو بلد هستن، کارهایی رو انجام میتن. اما من که بامیان ندیدیم و با مردم بامیان آشنایی ندارم، با فرهنگشان آشنایی ندارم، با جغرافیایشان آشنایی ندارم، با زد و بندهای قومی اومدشان اونجا آشنایی ندارم، چگونه میتونم برم در بامیان مصدر خدمت؟ چون زبانشان نمیفهمم. پس این عق مردم است که باید این سیاست باخته های صادراتی در کشور ما اینا باید درک کنن که دیگه نمیتونن به زور تعمیل کنن خواستای خوده، به زور تعمیل کنن که در این میخواک ما میخواییم جمهوریت باشه، ما میخواییم که یک نفر در اینجا از یک قوم باشه و اران چی که میخواه انجام بده. این زمان دیگه گذشته، این زمان دیگه تیر شده. امروز مردم به بیداری سیاسی خود رسیده. امروز مردم ما تأثیر کردن، دانش آموختن، با تکنولوژی امروز آشنا هستن، با سیستم های دولتی سر تا سر جهان آشنا هستن. امروز در کدام کشور از افغان نیست؟ در کانادا ما فدرالیش قبول داریم، همه چیز قبول، اما برای وطن اگر صدا بلند میشه میگن والا تایید طلب هست. ما می‌دارستم که اینمی صدایی که در فاریاب بلند شده که امروز حمایت شد در بامیان و در بعض جای دیگه سرتاسری شود، حکومت در اینمی جا تغییر کنه، یا بس زونهایی که قبلا ما داشتیم که خطرن بود و زون عوضی جنوغر بود و عوضی جوشق بود تقسیم شود که بتانن مردم محل خودشان برای خود کار کنن، برای خود زحمت بکشن. آره مثلا همین داوود لقمانی در دمی شرایط روان کرده در فعالی همین چی کار میکنه؟ همین وابسته انی فتمر جزی که بره و اون منطقه رو بیشتر خراب کنه، راه رو برای تورست های طالب بیشتر باز کنه. من همین طالب همین عامر از انی فتمر در دندغوری نیاورد که تا امروز دانه سرطانیست؟ امروز دیگه مردم این واقعیت ها را درک کردن. امروز مردم درک کردن که کیها در این وطن میخوان کار کنن، کیها در این وطن خیانت کردن و هنوز هم میخوان که جنایت کنن و برای بیگانه ها کار کنن و با عزت و عیسیت و آبرو و تاریخ این سرزمین بازی کنن. پس این بیام و زندگی سیاست مدارا حداقل یک روز سر خود در گریبان خود کنن، یک روز وجدان خود بیدار بسازن که واقعیت های عینی جامعه خود درک کنن، نیازهای واقعی مردم خود درک کنن، سر تسلیم بیارن. تا چه موقع خون از اینا رو میریزن که باش که اهداف خاص غیر انسانی و غیر ملی از اینا تطبیق شه؟ به هر حال فاریاب باز هم امروز افروز بود، روز هفتمش است که اینا راهپیمایی کردن و هنوز هم داوود لقمانی را قبول ندارن. کم کم آوازه جنرال مرادعلی مراد بلند است که به گفته بعضی ها که دوستم خواسته که جنرال مراد را قبول میکنیم. اما اینکه به کجا میرسه این مشکل
کس نمیفهمه. یک گزارش کوتاه زیست تاکید خود به شما تقدیم میکنم. برای هفتمین روز علی تعیین محمد داوود لغمانی به عنوان والی این ولایت تظاهرات کردند. این تظاهرات پس از آن شکل گرفت که در 25 ثور برنامه معرفی داوود لغمانی به عنوان والی فاریاب اعلام شد. معترضان در امین روز مانع نشست هواپیمای عامل لغمانی شدند، اما دو روز بعد در 27 ثور او در لوای حوال قول اردوی 209 شاین در میدان اوایی شهر میمنه به کارش آغاز کرد. معترضان در اطراف دفتر مقام ولایت خیمه تحسن برپا کردند. احساس نیرو سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم که اعتراضات علیه والی جدید فاریاب از سوی هوادارانش مدیریت می شود، برنامه اشتصاب گفته است که در صورت عدم تمکین حکومت به خواست مردم، تظاهرات در چندین ولایت نیز گسترش خواهد یافت. به گفته این نیرو، تظاهرات مردم فاریاب در هفتمین روز خود نسبت به روزهای گذشته گسترده تر بود و افزون بر آن شماری از باشندگان بامیان نیز با راه اندازی یک حرکت اعتراضی از دهیه مردم فاریاب حمایت کردند. سخنگوی حزب جنبش تصریح کرد که تاکنون هیچ نوع حرکتی برای حل جنجال ناشی از تعیین والی جدید برای فاریاب نشده است، اما تاکید کرد که مردم بر تحقق مطالباتشان که انتخاب والی بر اساس مشورت و خواست آنها است همچنان اصرار دارند. برخی از معترضان در فاریاب شعار تشکیل دولت فدرالی را نیز سر دادند که احسان نیرو نیز آن را تایید میکند، اما میگوید که طرح مشخصی در این باره روی دست گرفته نشده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز شایع شده است که عبدالرشید دوستم مرادعلی مراد را که در سمت‌های معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله و معاونت استاد ارتش کار کرده به عنوان والی فاریاب پیشنهاد کرده است. احسان نیرو گفت که حزب جنبش به صورت رسمی این گزینه را پیشنهاد نکرده، اما نظرش درباره مرادعلی مراد مثبت است. این در حالی است که والی جدید فاریاب در مرکز نظامی که دفتر کاری او است با شماری از بزرگان ولسوالی‌های فاریاب و نیز محلولان جلسات کاری برگزار کرده است. درست پیش مجلس نمایندگان از وضعیت متشنج در فاریاب ابراز نگرانی کرده و خواستار حل این مسئله از طریق مسالمت‌آمیز شده بود. حمایت شده توسط سلیم کاروان فارم. خب ویدیو رو برای ما روان کردن بیده اکرامی 13 دقیقه. اگر دوست گیازیتان باشه یک قسمت از ویدیو رو بر شما منشر میکنم. ببین در بین از این سربازا های بچه کدام وزیر، بچه کدام وکیل پارلمان، بچه اشرف غنی، بچه حبدالله، بچه کدام وزیر، بچه کدام سرمایه‌دار هست؟ اگر هست شما لطف کنید برای ما بگوین که اینی چهره را که شما دیدین بچه فلان وزیر صاحب است، بچه فلان معاون رئیس جمهور است، یا بچه رئیس جمهور است، یا نواسی خالد بچه خالد بچه کاکایش است. ببین چقدر دردآور است. تا دیر و زینا از نوامیس ملی کشور دفاع میکردن اشرف غنی و عواداران چشم کوریشان. ببینین تا دیر و زینا سلاح برشانه داشتن، از عزت و آبروی مردم افغانستان دفاع میکردن و فریاد میکشدن که ما در معاصره قرار داریم، به داد ما برسین. اما شما چشم کورای تاریخ معاملگر و بیگانه پرست و وزیر داخل سرپرست وزیر داخله میگه ما کاری کرده نمیتونم انجام بدم. ببینید که چی مظلومانه امروز اینا در اسارتگاه طالب نشستن و الان چی که طالب از اینا میخواه مجبور است که اینا پاسخ بدن، برای اینکه اگر بگه نه باید خونشان ریخته شه. حدیث دی نبی علیه السلام دغه مبارک فرمای وای لا يرحم الله من لا يرحم الناس،
وای څوک چې د الله تعالی په مخلوق رحم نه کوي، الله تعالی په دوی رحم نه کوي. تاسو اوس له موږ سره اسیران یاستئ، موږ د الله تعالی له هغو کسانو نه نه جوړیږ چې په تاسې باندې رحم ونه کوو. نو تاسې نه دا یوه غوښتنه لرو چې بیا به یې دولت ثبته نه ځئ، هغه دولت چې تر تروسه پورې تاسې لیستونه هم نسته ورسره چې دمونږ کوم عسکر تسلیم سوي، چیرته نیول سوي او څه پی سوي دي. او خپله خو دا تاسو ته معلومیږي چې څومره مزور چرچوکي دي، یې تاسو هیڅ پروا نسته ورسره. نو له دې داسې یو غلام او پاسید اداره کې بیا کار مه کوئ، صحیح ده؟ کې څو شېبې مخکې د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. دغه یو تن قومندان ده د دوی، دوی سره به یو څو لنډې خبرې وکړو. ته څه نومیږې؟ نام تو چی هست؟ از کدام ولسوالی؟ کدام ولایت هست؟ ولسوالی؟ اسی اول. خو چند نفر تسلیم شدین به مجاهدین؟ از اردوی ملی با تعداد 15 نفر. خو مجاهدین خو امرای شما رویه بعد یا سلوک غیر مناسب سلوک نکده؟ تا فعلا کنه. خو زنده باشی. دیگه خو دا دولت اراده نداری که بری؟ دا دولت هیچ اراده ندارم. چی باعث شد که تسلیم به مجاهدین امارت اسلامی شدی؟ باعث همی شد که دولت با ما بسیار بی‌توجهی کرد. ما یک هفته پیش تسلیم داشتیم، اندی والای ما قامت ما به ارتباط شدیم، امروز ما مجبور شدیم که با یک رقم نه یک رقم ارتباط بگیریم تسلیم شدیم. خوب بسیار خوب. ما زرده خبری کردیم سمال سید انشان اجاتم دا گو خبر رو تناست من دل 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 حدیث دی نبی علیہ السلام دا غم بارک فرمای وای لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وای څوک چې دی الله تعالی په مخلوق رحم نکی الله تعالی په دوی رحم نکی. تاسو اوس له موږ سره اسیران یاستئ، موږ دی الله تعالی له هغو کسانو نه نه جوړیږ چې په تاسې باندې رحم ونه کوو. نو تاسې نه دا یوه غوښتنه لرو چې بیا به یې دولت ثبته نه ځئ، هغه دولت چې تر تروسه پورې تاسې لیستونه هم نسته ورسره چې دمونږ کوم عسکر تسلیم سوي، چیرته نیول سوي او څه پی سوي دي. او خپله خو دا تاسو ته معلومیږي چې څومره مزور چرچوکي دي، یې تاسو هیڅ پروا نسته ورسره. نو له دې داسې یو غلام او پاسید اداره کې بیا کار مه کوئ، صحیح ده؟ کې څو شېبې مخکې د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. دغه یو تن قومندان ده د دوی، دوی سره به یو څو لنډې خبرې وکړو. ته څه نومیږې؟ نام تو چی هست؟ از کدام ولسوالی؟ کدام ولایت هست؟ ولسوالی؟ اسی اول. خو چند نفر تسلیم شدین به مجاهدین؟ از اردوی ملی با تعداد 15 نفر. خو مجاهدین خو امرای شما رویه بعد یا سلوک غیر مناسب سلوک نکده؟ تا فعلا کنه. خو زنده باشی. دیگه خو دا دولت اراده نداری که بری؟ دا دولت هیچ اراده ندارم. چی باعث شد که تسلیم به مجاهدین امارت اسلامی شدی؟ باعث همی شد که دولت با ما بسیار بی‌توجهی کرد. ما یک هفته پیش تسلیم داشتیم، اندی والای ما قامت ما به ارتباط شدیم، امروز ما مجبور شدیم که با یک رقم نه یک رقم ارتباط بگیریم تسلیم شدیم. خب بسیار خوب. ما زرده خبری کردیم سمال سید انشان اجاتم دا گو خبر رو تناست من دل 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 خدیر خدیر بله وست بینای گرامی واقعا درد آور است. نازنین های فرزند های وطن ما که اینا با چی امیدی رفتن سلام گرفتن تا از این وطن دفاع کنن، از عزت آبروی مردم خود دفاع کنند، اما با اثر سیاست های غلط و سراسر اشتباه آمیز غنی و
تیم همراهش و سرپرست وزارت داخله امروز به این حالت زار قرار گرفتن. اینا مجبور هستن که هر آنچه که بود، اگه ما هم باشون بگیم که بلی دیگه دی با این دولت فاسد مکار نمی کنم، دولتی که نمیتونه از حقوق ما دفاع کنه، دولتی که در بدترین شرایط ما را تنها میگذاره در میدان نبرد و تعویل دشمن میکنه، چگونه پس با این دولت ما همکاری کنیم؟ و حال توجه شما را به یک گزارش کرونا از آنتاریو و جهان جلب میکنیم. دوباره برمیگردیم. در 24 ساعت گذشته 1890 بیمار جدید آلوده به ویروس در آنتاریو تشخیص شده است که بیشترین این بیماران باز هم در تورنتو 469 تن، پیل 468 تن، یورک 165 نفر، هاملتون 111 نفر و درهم 107 تن به ثبت رسیده است. در این مدت 27 تن از اثر ابتلا به ویروس جانهای خود را از دست دادن. در جهان تا نیمه امروز جمعه 21 ماه می تعداد مبتلایان به 166,210,995 تن افزایش یافت که از این رقم 147,018,709 تن دوباره صحتمند شدند و 3,451,222 تن نیز جانهای خود را از دست دادند. امروز گزارش از مرگ و میر کرونا در کشور نداشتیم. درست تمام امروز بخصوص کرونا باشد. خب رسیدیم به پایان برنامه امروز، ولی خبر جالبه که در اول برای شما وعده کردیم، آدم برای شما میگیم که قرار است محدودیت هایی که تا کنون برای جلوگیری از پخش ویروس کرونا وضع شده در سه مرحله متناسب با پیشرفت برنامه واکسیناسیون عمومی و دیگر شاخص ها برداشته شود. اینی سه مرحله ای که هر مرحله 21 روز ادامه خواهد داشت. در اول برای شما گفته بودم قبل از همه دولت آنتاریو زمین ها و تأسیسات ورزشی تفریحی فضای باز را از فردا شنبه 22 می باز میکنه که البته با محدودیت های همراه خواهد بود. انجام ورزش های چون تنیس، گلف، فوتبال، باسکتبال و بیسبال مشروط به حضور حد اکثر 5 نفر در زمین از این شنبه مجاز است. اما درس های آموزش ورزشی و مشابهان همچنان بسته میمانند. دستور در خانه بمانه تا 2 جون ادامه خواهد یافت، ولی بزنس های غیر اساسی بعد از 2 جون نیست تا شروع مرحله اول بازگشایی تعطیل خواهند بود. دک فورد گفت که نرخ ابتلای جدید و نرخ بستری ها در شفاخانه ها در حال کاهش است و واکسیناسیون عمومی در حال پیشرفت است. جزئیات بازگشایی سه مرحله آنتاریو به قرار زیل است. خوب دقت کنین. مرحله اول بازگشایی در هفته 14 جون شروع میشه، یعنی هفته دوم. در این مرحله بعضی از فروشگاه ها و خرده فروشی ها که اجناس و خدمات غیر اساسی ارائه میکنن میتونن با 15% ظرفیت باز کنن. در این مرحله همچنان گردمایی های تا 10 نفر در فضای باز اجازه هست و پذیرایی از مشتریان در فضای باز توسط رستوران ها مشروط به حد اکثر تا 4 نفر در هر میز اجازه هست. مرحله دوم، در مرحله دوم گردمایی ها فضای باز تا 25 نفر اجازه داده میشه. در این مرحله بزنس های بخش خدمات و مراقبت های شخصی می توانند فعالیت هایشان را شروع کنند، مشروط بر آن که هنگام ارائه سرویس و خدمات ماسک بزنند. همچنین برنامه های مذهبی در فضای بسته با حد اکثر 15% ظرفیت، 15 نفر نه 15% ظرفیت مجاز می شود. مرحله سوم، در این مرحله بخش دیگری از فعالیت های فضای بسته البته با محدودیت های آزاد می شود. از جمله در مراکزی که معمولا تعداد بیشتری از افراد حضور پیدا می کنند و امکان استفاده از ماسک این فعالیت وجود ندارد.
هر یک از این مراحل حداقل 21 روز طول خواهد کشید و فقط در صورت آنتاریو به مرحله بعد خواهد رفت که از نظر تعداد افراد واکسینه شده باشند و دیگر شاخصهای طبی به اهداف تعیین شده رسیده باشند. امیدوار هستیم که هر چیز زودتر به این اهداف خود اینا برسن تا حداقل ما و شما بتانیم به زندگی نرمال پد دوباره دست پیدا کنیم و بتانیم که حداقل از این چند روزه که هوا خوب است، گرمی هست، پارک های مقبول و زیبا هست، از این طبیعت زد بریم، چون دیگه جایان ما نمیم، ولی در آنتاریو اگر یک مرتبه زمستان لچ کرد تا 5-6 ماه ما رنگ آفتاب نمیبینیم، بعد از اون آفتاب گامیه گامیره چشمک میزنه به اصطلاح گاهگاهی در آسمان. به اون خاطر تا اوی 3-4 ماهی که ما آفتاب داریم حداقل بگیریم که بعدا اگر این قیدات هم باشه مشکلات که نداشتن ویتامین دی و چیتا عوارض جانبی داره با بار میه که بعضی از همی حالا پیش فکر میکنن که چند سال بعد مشکل سرطان بیشتر خواهد شد در کانادا نسبت به تمام امراض دیگر. با امید از این که تمامی چیزا دروغ باشه و به زودی شاهد یک زندگی آرام دور از این امراض و ویروس و از اینا داشته باشیم و لذت بریم، با آرزویی که وطن ما هم بیشتر از این ویران نشه، مردم ما بیشتر از این اذیت نشن و بیشتر از این بیگانه های مغرض با دیده‌درایی با سرنوشت مردم ما بازی نکنن. برنامه امروز به پایان میرسه. تشکر میکنم از توجهتون بینندگان گرامی، از همراهیتون تا این دم با ما بودین و امیدوار هستم که بتانیم در برنامه های بعدی بیشتر در بعضی مسائلی که نیاز است ما در خدمت شما عزیزان قرار داشته باشیم. فردا ساعت 2 بعد از ظهر با برنامه یادها و خاطره ها با از اینجان افغانزاده، یکی از پیش کسوتان باسکتبال کشور، مهمان خانه های شما سروران گرامی می باشیم. اعلان در صفحه فیسبوک است. اگر شما هم سوالات از عظیم‌جان دارین، از اهلا میتونین سوالاتتان طرح کنین تا در برنامه فردا ما از عظیم‌جان پرسش کنیم. تا دیدار بعد، حافظ حقی، نگهداری یک شما باد.